رئیس جمهور اشرف غنی میگویند دولت به هیچ وجه اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان افغان را از هیچ کشوری نپذیرفته است. اما اخیراً دولت ترکیه اعلام کرد که 900 پناهجوی افغان را اخراج می‌کند و حدود 600 نفر از آنان را به کابل بازگرداند. درست چند روز پس از دیدار شما با نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم در اینجا میزبان ایشان بودید. آیا این اخراج اجباری نیست و آیا با آقای یلدرم در این خصوص در خصوص پناهجویان و مهاجران افغان صحبتی داشتید؟ بین وزارت‌های داخلی دو کشور این مسئله همیشه مورد بحث بوده. یک تعدادی از مهاجر پناهندگان افغان در سرحد بین ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در خاک ترکیه در اوج انتظار قبولی درخواستشان بودند که کشور ترکیه با یک جمعی موافقه کرده و با جمعی هم موافقه نکرده. مسائل اطفال و خانواده ها را در نظر گرفتن تا اندازه و بعد اینها خود افغان ها هم خواستار برگشت به کشور بودند چون دیگر راهی برشان وجود نداشته و اینا. اما اجباری در کار نبود. اجازه میدید که من توضیح بدم. اینا تقاضای تثبیت هویت کردن که از طرف سفارت و کنسولگری افغانستان تثبیت هویت صورت گرفته و اینا برگشتن و همچنان در سرحد بین ترکیه و یونان همچنک وضعیت وجود داشته که یک معضل هست برای ما. هم در این شکی نیست که در کشور ما مشکلات امنیتی هست و تعدادی هم به خاطر مسائل اقتصادی احتمالاً فرصت کار، شغل، مسائل فقر و مشکلاتی که هست کشور را ترک میکنن، اما یک راه حل نیست. در این حال صدها هزار نفر پناهنده دوباره برگشتن به افغانستان از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان. سال گذشته بالاتر از 700 هزار نفر. یک مسئله است که باعث یک چالش بزرگ با این مواجه هستیم. در این حال برگشت این مهاجرین از ترکیه این یک روالی بود که به سفر مستقیما به سفر آقای یلدرم ارتباط نداشت. منتقدان رئیس جمهور اشرف غنی میگویند که او با اجازه درج کلمه افغان به عنوان ملیت در تذکره ها یا شناسنامه ها، کلمه‌ای که بیشتر به قوم پشتون اطلاق می شود، آن را به تمام مردم و اقوام افغانستان تحمیل کرده. شما هم آن را باعث پراکندگی مردم می خوانید و دارای عواقب ناگوار. آیا بر این باورید، اگر صریح بپرسم آقای دکتر، که رئیس جمهور اشرف غنی که خود از قوم پشتون است به طور سیستماتیک در حال کنار گذاشتن رهبران غیر پشتون از دولت وحدت ملی است و در حال افزایش تعداد سیاستمداران پشتون در دولت خود؟ دو نکته را نمیخوایم که با هم مغالطه شود. یکی بحثایی که در مورد هویت و کارت هویت مطرح بوده و در او رابطه من بازم به باور هستم که این مسائل مسائل ملی است. در جایی اگر اختلاف نظر وجود می داشته باشه خوبتر است که وقت گذاشته شود و در نتیجه یک گفتمان ملی به یک نتیجه برسیم. نقطه دوم در ارتباط به این که در داخل دولت و حکومت آیا علاقمندی به این که برخوردهای با در نظر داشت مسائل گروهی، مثلا دو مجموعه در این حکومت سهیم است و دخیل است در نتیجه انتخابات که صورت گرفته و در داخل مجموعه در داخل حکومت نگاه قومی وجود داره یا نداره. بله متاسفانه مشکلاتی موجود است، واقعیت‌های هست. امیدواری ما ایست و باور من هست که تا زمانی که به شهروندای کشور به حیث
شهروندای دارای حقوق مساوی همه باورمند نشیم، حقوق و مسئولیت های مساوی در برابر قانون که قانون اساسی افغانستان ایره تضمین کرده، اما در عمل مردم قناعت نکنند که برخورد ما همی است، سیاست های روزمره کار به جایی که آرزوی مردم افغانستان است نمیرسانه، که آرزوی مردم افغانستان است که با هم در کنار هم و در ساختن کشور خود و در گذاشتن یک تهداب برای آینده بهتر برای همه کار بکنن. اجازه بدیم به بحث انرژی بپردازیم. فقط یک سوال در این قسمت. طالبان میگوید امنیت خط لوله گاز طبیعی موسوم به تاپی را که نطفهش در زمان تسلط این گروه در کابل بسته شد تضمین میکند. چه تضمینی هست که این گروه امنیت این خط لوله را به نوعی تضمین کند یا منفجر نکند؟ در حداقل در دو ماه اخیر اینها دو بار پایه های دکل برق رو در از جمله در ولایت بغلان منفجر کردند و پایتخت کابل رو از جریان الکتریسیته محروم کردند. آیا احتمالاً دیلی و تبانی بین این گروه و شرکت‌های خارجی یا احتمالاً بعضی از کشورها به عمل آمده یا به عبارتی دیگر به اینها باج داده شده؟ پروژه تپی که قبلاً تپ نامیده می‌شد و پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان بود، بعد کشور هند هم پیوست در سال‌های اخیر به پروژه، حتی قبل از ظهور طالب ها کار روش آغاز شده بود، یعنی دولت افغانستان قبل از ظهور طالب ها در تماس با ترکمنستان و پاکستان و بعضی کنسرسیوم های بین المللی کار آغاز کردن. البته در جریان تحولاتی که صورت گرفت باز ادامه جنگ ها و مشکلات و ظهور طالب ها خودش یک مانع شد برای انجام این پروژه. در سالهای اخیر خصوصا بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی این بحث بیشتر به شکل متمرکز دنبال شده و امیدواری ما است که انشاءالله این پروژه به سر برسه. این که آیا تضمینی وجود داره که طالب‌ها یک حرف گفتن با او باز قائم میمانن، این بحث است که در جریان عمل باید دیده شود. اما در جاهای شما مثال های جریان برق یادآوری کردین، اینا علایم خوبی نیستن. مردم افغانستان، مردمی که در این مسیر قرار دارن، علاقمند هستند که این پروژه کامیاب و موفق باشه، که یک وعده هم سپردن در طول مسیر. دیگه باقی جریان کار در عمل ببینیم به کجا میرسه. تاکتیک حملات هوایی توسط پهپادها اعتراضات بعضن شدیدی رو در افغانستان به دنبال داشته، حملاتی که بعضن جان غیر نظامیان افغان رو هم ستانده. آیا این حملات ادامه دارند؟ اگر جواب آریست، آیا حملاتی که توسط پهپادها انجام میگیره با نظارت و با اطلاع سازمان‌های زیرفت دولت افغانستان صورت می‌گیرند؟ شما اگر که جریان 10 سال گذشته را ببینیم، در این راستا وقایعی صورت گرفته، حوادث صورت گرفته که در نتیجهش تلفات ملکی ما داشته در 10 سال گذشته. منظورم از حملات هوایی است. مسئله پهباد یا درون یک پدیده نسبتاً تازه است. استفادهش اگر طول 10 سال گذشته و ادامه جنگ در افغانستان ببینین، در طول این مدت کوشش زیادی صورت گرفت و تغییر مثبت هم آمد برای جلوگیری از تلفات ملکی. اما هنوز هم همونطوری که شما هم اشاره کردین، چیزی که باعث نارضایتی مردم میشه تلفات ملکی است. اگر اهدافی که از او اهداف مردم افغانستان تهدید میشن و فعالیت های تروریستی صورت میگیره و جنگ تجهیز میشه،
مورد هدف قرار بگیره، مردم افغانستان با او مخالفت نکردند. مسئله اصلی هم ایست که دقت لازم در کاربرد اسلحه، چی در قوای هوایی و چه در آتش توپخانه، دقت صورت بگیره، یک مسئله است. بیشترین کوشش شده هم از طرف نیروهای بین المللی و هم از طرف نهادهای دفاعی امنیتی افغانستان تا آخرین حد دقت صورت بگیره، اما متاسفانه هنوز هم حوادث داریم، حوادث که تلفات ملکی داشتیم و تلفات قابل ملاحظه داشتیم. به صورت عموم اگر درباره مکانیزمی که در این راستا وجود داره تغییرات مثبت زیاد آمده، ایره به جرأت گفته میتونم. جنرال جان نیکلسون، فرمانده ناتو در افغانستان، میگوید که سه کشور پاکستان، روسیه و ایران از طالبان حمایت میکنند. پاکستان میگوید خود قربانی حملات انتحاری است، ایران میگوید دشمن قسم خورده طالبان است، و روسیه که با افراطگرایان داعش در سوریه میجنگد. خب مسئله داعش و طالبا فرق هم داره. در جایی در کشور ما شاید این دو گروه با هم همکارم باشند، اما به صورت کل شما میدانید که فرق داره دو مسئله. در این حال وضعیت سه کشور هم فرق میکنه که از لحاظ ای که پایگاه اصلی طالب ها در کجاست و بیشترین حمایت چی ترتیب صورت میگیره فکر میکنم سوالی نیست. اما تماس های هر دو کشور، هم جمهوری اسلامی ایران و هم روسیه، نظر فدراسیون روسیه، نظر به صحبت هایی که خودشان کردن، یعنی نظر به ادعایی که داشتن، تماس هایی دارن. در مورد ای که حمایت صورت میگیره و چه نوع حمایت صورت میگیره، باز وضعیت کاملا متفاوت است. مسئله حضور طالب ها و رهبری و شوراهای طالب ها در پاکستان، این کاملا متفاوت است با هر صحبت یا ابراز نظر دیگه که در مورد دو کشور دیگه صورت گرفته میتونه. پاکستان میگوید اگر در سیاست افغانستان مداخله میکند، در راستای دفاع از منافع استراتژیک خود در